Bismillahirrahmanirrahim. Men bolay display. Opa. Qachon tariqa metam display deb o'zgaraman. Aziz tariq ham chiroy metam emas. Aziz tariqa safi desktop right click qarda bolay properties kerak mekan emas. Tariq ham chiroy metam ke display deb o'zgaraman. Men bolay display. Avval doim Teams. Shakl zohiriy kompyuter amora tabdil qilaman. Bir shakl tabdil qilaman, masalan, bir shakl Windows XP barmo tabdil qilaman. Nega? Yo'q, men masalan, yak shakl degan Windows Classic, bir shakl Windows Classic barmo tabdil qilish. Apply mekani, bu shakl tabdil qilish. Oyamay bolay e'tiborat, bolay tim klik mekani, my current team, har timiga qablan budam barmo tushma, dubora. Bayozin jamay bolay biroz klik mekani, yak timi degan intihol mekani. Biz darjaga boshlamas, demoy document, demoy picture. یک تیم انتخاب میکنیم ار تیم نداره فعلا دیگه تیم ها نیست خب نیم مای کارن تیم انتخاب میکنیم سیوه سیوهش میکنه دیلیت باکش میکنه بالای دسکتاپ میم در دسکتاپ میتونم که صفحه دسکتاپ ما را تغییر بدیم به چه شکلی که میخواییم باشه همون شکل انتخاب میکنیم مثلا یه انتخاب میکنیم خب نیم بالای براوز از براوز میتونیم که یک بگراند دیگر انتخاب بکنیم اوپن اپلای در یه صفحه دسکتاپ اما بگراند آمد اگر بخواییم بگراندش تغییر بتیم میمی از یک بگراند دیگر برش انتخاب میکنیم مثلا این شکل ما انتخاب کنم میان بالای پوزیشن در کجا موقعیت داشته باشه در سنتر در بین باشه میانین در بین صفحه موقعیت داره و اندازه از این به شکل حقی به می اندازه می باشه تایل اگه انتخاب بکنه به شکل چیده چیده باشه ولی هر توتا توتا است به شکل پرچه پرچه و یا اگر بخوایم استرچ شکل باشه زوم به شکل زوم کیفیتش پایین اینجا میتونم که مثلا تایل انتخاب کردیم ولی میخوایم که سنتر انتخاب کردیم میخوایم که رنگ از به شکل است شکل فولادی میخوایم که تغییر بشه مثلا به سرخ اپلای میکنیم به رنگ سرخ تبدیل میشه گردا کردش رنگش به رنگ سرخ تبدیل شد دوباره میایم بالای اسکرین سیور کاستومایز دسکتاپ بالای کاستومایز دسکتاپ میایم در کاستومایز دسکتاپ مثلا در اینجا ما نمیخوایم که مای کامپیوتر و مای دکومنت موجود باشه اوکی میکنیم اپلای حالا ببینیم مای کامپیوتر و مای دکومنت از بین رفتن دوباره اگر بخوایم بیاریم بالاشون کلیک میکنیم میاد و مای نتورک هم همچنان میتونیم از اینجا میتونیم که یک از اینا رو آیکانش اگر بخوایم تغییر بدیم تغییر داد مثلا مای کامپیوتر به شکل آیکانش تغییر بدیم اوکی اپلای مای کامپیوتر آیکانش تغییر کرد دوباره میایم در اینجا اگر بخوایم دوباره تغییرش بدیم چنج آیکان شکل مای کامپیوتر و یا میایم میگیم ریستور دیفالت اگر تبدیل کرده باشیم میگیم ریستور دیفالت به شکل قبلی برمیگرده رن دسکتاپ کلین اپ ویزارد ایوری 60 دیز هر 60 روز بعد برای ما چه صفحه دسکتاپ ایکانش پاک شوه و در یک فولدر انداخته شوه کلین دسکتاپ ناو اگر حالا بخوایم پاکش بکنیم بالا از کلیک میکنیم نیکست میگیم تمام چیزایی رو مثلا اینا رو تیک مارک میکنی و مو آیکن هایی رو که نمیخوایی در این صفحه دستا باشه کلک میکنی که همشان از بین میره و آیکنشان در این صفحه نهی باشه دیگه داریم ویب ویب مربوط اینترنت میشه لاک دستاپ ایتمز تمام ایتم های دستاپ چه قفل چه بالا ازی کلک میکنیم مای کارنت هوم پیج چیزی که آلا داریم هوم پیج را اما برای ما باشه این مربوط انترنت میشه البته نیو میتونیم که دیگه دوباره یک دانه نو بسازیم دیلیت میتونیم پراپرتیز و تغییرات بیاریم اسکرین سیور بالا اسکرین سیور می در اسکرین سیور میتونیم که مثلا ما یک جای کار داشته باشیم میخوایم که وقتی ما مثلا 5 دقیقه ولی 10 دقیقه بعد کار نگرفتیم از کامپیوتر برامون روی صفحه چی بیه اسکرین سیور بیه
از اینجا شکل‌های مختلف میتونن انتخاب بکنن و یا میایم شکل 3D انتخاب میکنم 3D تکست. آنجزیم پاسورد چی مانا میتونم وقتی که این اسکرین سیور ما آمد، اگر ما بخواییم که دوباره مثلا موضوع مثلا دکه بتیم و یا بالای کیبورد کار بکنیم شود از ما پاسورد بخواه، اگر تک باشه، اگر نباشد پاسورد نمیخواه و از اینجا وقت شما این میکنیم مثلا تا چند دقیقه اگر از کمپیوتر کار نگیریم ایچ شود بر ما اسکرین سیور ما رند شود. پاوره در پاور اپشن میخوانیم، بالای سیتینگ کلیک میکنیم، سیتینگ شمیم، از اینجا میتونی که تایم بیاری، کستوم تکست میتونی که نامت بیاری، مثلا نام کورس بیاری PIMI چوز فانت شد تغییر میتیم، تمام تغییراتی که میخواستین بیارین از اینجا میتونین بیارین، مثلا لا باشه، لارج باشه، فاست باشه، تمام شد تغییرات شد میتونین، باز دسپلی سیتینگ برتون تمام تغییرات کارده نشان میتون و یا بالای پریویو کلیک میکنین، در پریویو همچنان میتونین ببینین. نیم بالای اپیرنس، در اپیرنس میتونم که تغییرات بیارم مگر در روی صفحه نه، مثلا شکل ازی هست و شکل XP میخوایم این رو به کلاسیک تبدیل بکنیم، اپلای میکنیم به کلاسیک تبدیل میشه و یا میایم دوباره XP رو انتخاب میکنیم. در اینجا میخوایم که آل رنگ آبیسته میخوایم که به اولیف گرین و یا سبز زیتونی تبدیلش بکنیم و یا به رنگ نقره ای تبدیلش بکنیم، از اینجا میگم اپلای و مشکل تبدیل میشه. فونت سایز، اندازه خطش به چه اندازه باشه؟ آل نارمال است. است لارج فونتس با شکل بسیار بزرگ میشه، اکسترا لارج فونتس بیازو کردن بزرگتر میشه. اپلای میکنیم به مو اندازه برای ما تغییر آمد، اندازه فونت و یا خط ما کلان شد، همش تغییر آمد. دوباره رو نارمال میگیریم، میایم بالای سیتینگز. خب در افکتس بس چیز مانده، در افکتس میتونن که شما تغییر آمد، میتونن افکت هاش تغییر بتن، فید افکت، سکرول افکت به شکل استاندارد باشه، مثلا کلیر باشه، تمام تغییرات که میخواین دارین از طریق میتونن. در ادوانس همچنان میتونن که تغییر بتن رنگش، رنگای مختلف دیگر انتخاب بکنین. نیم بالای سیتینگز، از اینجا میتونید ریزولوشن کمپیوتر رو تغییر بدین، مثلا ریزولوشنش میخواین کم باشه و یا زیاد باشه، مثلا 800 در 600 باشه، اپلای بگیم ببین به ما اندازه برای ما تبدیل شد. خب نیم بالای کلر کوالیتی، رنگش چی کیفیت را داشته باشه، کیفیت بهتر داشته باشه، مثلا گرافیک کارت است، گرافیکش از اینجا تعیین میکنه که مثلا 16 رنگ باشه و یا 32 رنگ. ایدنتیفای میتونه تغییرات بیارن، تابل شیت برتون جور میکنه که دام غلطی داشته باشه، در ادوانس میتونه دیگه تغییرات بیارن و یه هم بود دیسپلی،